السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر من سوال کردن، اونا میگن که یک دوستشان میگه که یک خواهر، چرا در ماه مبارک رمضان شیطان در خواب انسان به شکل بد خراب و شهوتی میآید، گرچه میگه که آنها بسته شده است؟ و آیا باز روزه مورد قبول الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد؟ من یک دختر متدین با ایمان هستم، از کار صبح من هم میکنم، اما نمیفهمم که چرا این چنین میشه. من خو نمیخوام این چنین، باز در روز در روزه میگه چطور کنم. باز ما در مقابلشان چیزی گفته نتونستم، گفتم از استاد بزرگوار بپرسان کنیم چی میگن. خب عزیزان گرانقدر، وقتی که میگیم رمضان میآید، شیاطین در غل و زنجیرند، این امان شیاطین شریر و خیلی خطرناک هستند که اونها شیطانک های کوچک را اداره می کنند. این شیطان های بزرگ و شریر در غل و زنجیر هستند، به شمول خود ابلیس، به شمول ابلیس لعین و شیطان هایی که در بدن خود انسان ها هست که انسان با یک قرینه دارند، اون در غل و زنجیر است. اما بقیه شیاطین و جنیات آزاد هستند، چون این نیست که تمامشان در غل و زنجیر باشند، نه خیر، بقیه شیاطین آزاد هستند و جنیات مسلمان هم آزاد هستند. اما طور که ما انسان های مسلمان فاسق داریم، فاجر داریم، انسان هایی داریم که خیلی گناهکارن، اونها هم مسلمانان جنیات هم چنین فاسق و فاجر دارن، اونها آزاد هستند. موضوع دیگر این که وقتی که ما خواب میبینیم، این خواب ها میتواند خواب های از طریق مختلف به انسان زرق شود. بعضی این خواب ها توسط شیاطین زرق می شود، بعضی این خواب ها خود قرین انسان که با انسان است اون رو برای زرق می کند، چون قرین انسان با انسان تولد شده. چون حدیث مبارک است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر انسانی که تولد می شود با او یک قرین تولد می شود و اون با او هست تا که می میرد. دیگر این قرین با انسان هست، تمام حرکات انسان را می داند، تمام با اون کسی که هست اخلاقش را می داند، نبضش را می داند، تمایلاتش را می داند که برای چی تمایل دارد، کجرویشی های نفسش را بلد است. هر وقتی که نفسش سرکشی می کند، اون قرین می داند، چرا اون قرین هم تحریک می کند انسان ها را از طریق عمیق قرین و نفسشان شیاطین به قهقرا می کشنن. و این یک ابتلای بزرگ الهی هست، یک امتحان بزرگ الهی هست که الله سبحانه و تعالی بندگانش را با این ابتلای بزرگ می خواهد که امتحان بکند و درجاتشان را تعیین بکند و فاسق را از فاجر و فاجر را از انسان نیک مجزا بسازد و طبق آن الله سبحانه و تعالی پاداش یا سزا بدهد. پس وقتی که قرین در بدن انسان هست و او کجرویشی های نفس انسان را بلد است، تمایلات انسان را بلد است و می داند که انسان چی کرده، چی می کند، کجا رفته، با کی هست، در کدام صفحات اینترنت بیشتر می رود، برای چی چیز علاقه دارد، در گذشته چی می کرده، چی نمی کرده، تمام این را می داند. شاید انسان متدین شود، انسان خوبی شود، توبه بکند، اما این چیزها در خاطرات قرین هست. قرین بلد است که از کدام را اون را اغوا بکند، قرین می داند که چگونه ای را اغوا بکند. این که در غل و زنجیر هست، این تا حد فیزیکی هست، اما تا حد فکری اونها در غل و زنجیر نیستند. اونها می توانند که برای انسان ها چنین چیزهایی را زرق بکنند و حتی در گوشهایشان وسوسه بکنند، انسان ها را می توانند که به وسوسه دچار بسازند. بسیار کسانی هست که در این ماه مبارک رمضان وسوسه می شوند، اما این غل و زنجیر در حد فکری نیست، در حد فیزیکی شیاطین است. و این را به خاطر داشته باشین که تمام شیاطین در غل و زنجیر نیستند. اونهایی که سرکشند، اونهایی که خیلی خطیرند، اونهایی که رهبری شیطانک های خرد به دست دارند، اونا در غل و زنجیرند، به شمول ابلیس و به شمول قرین.
پس بعض اوقات انسان اون اعمالی که در سابق انجام داده، اون اعمال از طریق قرین ها به نوع دوباره به انسان ها زرق می شود. کسی هست به چیز تمایل داشته، درباره چیز کنجکاو بوده، درباره یک موضوع کنجکاوی کرده و این کنجکاوی از او باعث شده که تو به گناه نزدیک شده و این کجرویشی های نفس انسان است. اما آلت دوم نفسش دوباره ای را متوجه ساخته که نه، این کار را نکن، توبه بکن، از الله بترس، اتق الله، ترس داشته باش از الله سبحانه و تعالی. و این انسان توبه کرده و به اون را ادامه نمی دهد، تا حد وسوسه اون را وسوسه می کند. اما بسیاری انسان هایی هست که این وسوسه را لبیک می گویند و به آن چیزی که نفس و قرین و شیاطین برای او زرق می کنند، بسوی آن اینها چی می کنند؟ لبیک می گویند و روان می شوند و آن را مرتکب می شوند. مثلا انترنت هم داری، تلفن هم داری، خانه هم کسی نیست، تنها هستی، وسوسه می شوی، تحریک می شوی، با سایت هایی می روی که نباید بروی، با کسی چت می کنی که نباید چت بکنی، چیزی را می بینی که نباید ببینی و چیزی را می شنوی که نباید بشنوی، با نامحرم صحبت می کنی، در سایت نچندان خوبی می روی، آهنگی میشنوی، میروی چت بازی و اینها میکنی یا هر کاری دیگری. اینجا شما روزنه ای را برای داخل شدن شیطان در قلمرو وجودتان باز کردید. این روزنه باز شد. وقتی که این روزنه باز شد، بعدش شروع میشود حد تفکر انسان. انسان با تفکر خود چیزهایی را انجام می دهد، امیدهایی را در سر می پروراند، کارهایی را می خواهد که بکند که نکرده است. اگر این تا حد امین وسوسه بماند، پس بماند و انسان توبه بکند، این خیلی خوب است. این از ایمان آن شخص است. اما اگر این وسوسه از حد فکری خارج شود و در حد عمل داخل شود و انسان به آن چیزی که دیده و شنیده جامعه عمل بپوشاند و به آن عملی عمل کند، یعنی اینجا هست که مرتکب گناه شده است. پس این اعمالی که ما میکنیم در خفا، این اعمالی که ما پنهانی میکنیم، عادات پنهانی که داریم، اینها آیسته آیسته به وسوسه ها تبدیل می شوند و این عادات پنهانی ما که قرین بر آن واقف است و خود نفس انسان هم تحریک شده است، باعث می شود که این قرین از امان روزنه، از امان دریچه، از امان راه تکتیک جنگی خودش با انسان ها مقابله بکند. این یک تکتیک جنگی هست. این یکی از راهکارهای از شیطان است. پس ضرور نیست که قرین باشد، ضرور نیست که یک شیطان خارجی باشد یا شیطان داخلی باشد. این خود انسان است که روزنه را در مقابل گناه باز کرده، دریچه را باز کرده. حالا این دریچه میتواند مجازی باشد، میتواند انترنت باشد، میتواند چت و چت بازی و فیسبوک این آن باشد، میتواند در به شکل دیگری باشد، در کلاس ها و در صنف ها باشد، در محل کار باشد، با همکار دفتر باشد، با همصنفی باشد، میتواند در تا اون حد باشد. اگر در فضای مجازی باشد تا حد فکری هست، اما اگر شخص تحریک شود، این از حد فکری یک درجه دیگر هم به گناه نزدیک می شود و در حد عملی داخل می شود.
پس این مسائل، این انگیزه ها باعث می شود که بعض خواب ها بر انسان زرق شود که انسان را در خواب ناآرام بسازد. از امین است که می گویند که هر قدیسی، هر پاکبازی، هر انسانی نیکی یک گذشته ای داشته و هر گناهکاری یک آینده ای دارد. پس این بهتر است که اهل توبه باشیم، اهل نماز باشیم، اهل عبادت باشیم، در مورد گذشته ها فکر نکنیم، دوباره آن را تازه نکنیم، دوباره به سوی آن نرویم، از عادات پنهانی دور باشیم، از این عاداتی که ما تنها از تن پنهانی این ها و این ها و با اون و این کار را میکنیم، از اینها فرار بکنیم. به کجا فرار بکنیم؟ به سوی الله. ففروا الی الله، به سوی الله فرار بکنیم. این انگیزه ها را قطغن بکنیم، قرنطین بکنیم، نگذاریم که این انگیزه ها از حد فکری خارج شود و ما را در حد عملی بکشاند. زیاد استغفار بکنیم، توبه بکنیم. بدون شک که افکار صبح، افکار شام و افکار نام را میخوانیم. این افکار در حد هست که انسان میخواند، اما انسان باید در عمل از خودش تبارز بدهد. اون میلانهای داخلی قلبی که به سوی شهوت انسان را میبرد، اون میلانها را باید، راهش را ما چی کنیم؟ مسدود بکنیم. از اون میلانهای فکری، از اون نفسهای سرکش ما باید به الله پناه ببریم. همون بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا میکرد که ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، من را یک چشم به هم زدن، یک چشم به هم زدن به نفسم وا مگذار ای خالق من. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یک چشم به هم زدن. همین که شما یک پلک میزنید و شما در نفس میروید، کار از کار گذشته. و رسول مبارک صلی الله علیه وسلم برای ما این دعا را یاد داده، در اذکار صبح شام هست که این را شما بخوانید. این تنها در حد خواندن نیست، تنها خواندن فایده ندارد. هر دعا و اذکار صبح شام را که ما میخوانیم باید بر آن عمل بکنیم، در سایه عمل آن را پیاده بکنیم. پس هر وقت از این انگیزه ها دور شدیم و از آن انگیزه های پنهانی که در گذشته انجام دادیم خودمان را رها کردیم، از اون محبس که ما خودمان را حبس کردیم خودمان را نجات دادیم، اون وقت این خواب ها به سراغمان نمی آید. این یکی از خاصیت های صاحبان قلب نوسانی هست. صاحبان قلب نوسانی کیست؟ صاحبان قلب نوسانی کسانی هستند که انسانهای خوبی هستند، انسانهای مؤمن هستند، نماز میخوانند، قرآن میخوانند و قرآن پابندند، اما بعضی اوقات قلبشان از این حالت نوسان میکند، میرود به آن سوی دیگر، از این حالت به آن سوی دیگر میرود. به گفته امان شیری که میگوید که واعظان که این جلوه بر محراب منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. صاحبان قلبان نوسانی وقتی که به خلوت میروند آن کارکی دیگر میکنند. اگر ما آن کار دیگر را متوقف بسازیم و نگذاریم که قلب من نوسان کند، انشالله که این خواب ها دیگر در سراغ ما نمی آید و انشالله که دیگر ما وسوسه در خواب نمی شویم و انشالله که از شر اینا ما خلاص می شویم. فشرده در این مورد صحبت کردم. انشالله امید است که چیزی از این برداشت کرده باشید و با عزیزان و سرورانتان این را شریک بسازید تا اونا هم بره ببرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.